فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما شدن. آقای کیخسروی، راجع به این فراخوان بیشتر برای ما بگین. چقدر اهمیت داره که کارگران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بپیوندن به اعتراضات در ایران؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، مرجعیت اصلی فراخوان مدیریت مرکزی کمپین کارکنان پروژه های نفت و گاز هستش که شورای سازماندهی هم از این فراخوان اعلام حمایت کرده. این مدیریت کمپین مرکزی همون مرجعی هستش که فراخوان به اعتراض روز 18 مهر ماه هم صادر کرد که چند درصد پروژه پتروشیمی و پالایشگاه در عسلویه و کنگان کارگرانش دست به اعتراض زدن. و در بیانیه‌ای که صادر کردن، من اگر بخوام دقیق اشاره کنم، گفتن که برای همراهی با مردم کشورمان در خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، فراخوان به تخلیه سراسری کلیه نیروها در همه مشاغل مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز میدن. در ادامه اشاره کردن که مردم کشور پس از 43 سال شنیدن وعده‌های توخالی و تحمل مشکلات گوناگون در اتحادی تاریخی دست به قیامی میلیونی زدند، که اما در مقابل حکومت دست به سرکوب خونین و کشتار معترضان بی‌دفاع زده. همچنین در این فراخوان و در ادامه بیانیه، ضمن محکوم کردن جنایات و سرکوبی که حاکمیت تاکنون مرتکب اون شده، خواهان آزادی کلیه معترضان زندانی به خصوص کارگران بازداشتی شدند که در همین اعتراضات اخیر در عسلویه و کنگان بازداشت شدند. و در ادامه، ضمن تبیین چگونگی شروع اعتصاب که صرفا با تخلیه نیروها از پروژه‌های نفت و گاز قرار انجام بشه، اعلام کردن که باید خودمان را برای رویارویی با روزهای سخت آماده بکنیم، چون این اعتصاب باید در ادامه به دیگر بخش‌های شاغل در صنعت نفت و گاز ادامه پیدا کنه تا درآمدهای نفتی و گازی حکومت قطع گردد. خب این فراخوان و این بیانیه واقعیتش خیلی فراخوان مهمیه، اما بسیار سخت و کار بزرگی هم هست، چون که خود این کارگران درسته تجربه اعتصابات گذشته رو دارن، سال گذشته اعتصابی رو بر سر مطالبات مزدی و کاری خودشون داشتن که حدود 100 هزار نفر از کارگران بیش از 3 ماه در اعتصاب فرو رفته بودن، اما این کارگران مشکلی که دارن تشکل سراسری و همگیری ندارن، بسیار پراکنده هستن و مشاغل و رسته های شغلی بسیار زیادی دارن که به هر حال از طریق همین گروه های مجازی و صفحات اینستاگرامی که دارن اقدام به سازماندهی و اعتصاب میکنن. این یک مورد. و مورد بعد این که اگر بخوان، چون کارگران پروژه مستقیم در تولید نفت و گاز و فرآورده های نفتی و گازی نقشی ندارن، اگر بخوان به هر حال به درآمد های نفتی و گازی حکومت بحران ایجاد بشه و یا قطع بشه، باید این اعتصاب و اعتراض به سایر بخش‌های کارگران نفت و گاز که کارکنان رسمی و بخش‌های دیگه مثل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های در حال تولید و یا مراکز استخراج نفت و گاز هستن سرایت بکنه، که به هر حال این رو باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افته و چگونه می‌تونن هماهنگی‌هایی رو در این راستا انجام بدن. ممنون از توضیحات شما، فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.